در 39مین دوره نشست سران شورای همکاری خلیج فارس، تهدیدهای رژیم ایران بررسی شد. طويلة ومتشعبة هي قائمة التحديات التي تواجه. روز یکشنبه 18 آذر 39مین دور نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض بدون حضور امیر قطر آغاز به کار کرد. مهمترین موضوعات این نشست دخالت رژیم ایران در امور کشورهای عرب و بحران قطر بوده است. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با چالش‌های اقتصادی و امنیتی مختلفی روبرو هستند. دخالت‌های خارجی که در صدر آنها از طرف رژیم ایران است، یکی از این چالش‌هاست. تهدیدهای تروریستی رژیم ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شده است که این کشورها با اتحاد با یکدیگر با این تهدیدها مقابله کنند. از دهه ها قبل رژیم ایران تلاش کرده است تا امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار دهد. این تلاش یا از طریق بازوهای اجرایی رژیم ایران بوده یا اینکه خود رژیم مستقیماً وارد صحنه شده است. در کنار خطر رژیم ایران علیه این کشورها که به عنوان خطری دائمی شناخته شده است، خطر گروه‌های بنیادگرا و تروریست نیز بر آن افسوده شده است. شورای همکاری خلیج فارس متشکل از 6 کشور شبه جزیره عربستان است که در سال 1981 در ابوظبی تأسیس شد. کویت، بحرین، عربستان سعودی، قطر، امارات و عمان این نهاد را پایه‌گذاری کردند تا خود را از پیامدهای صدور ارتجاع توسط رژیم ایران و همچنین جنگ رژیم ایران و عراق در سال 1980 حفظ کنند. اعضای شورای همکاری خلیج فارس در عرصه سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی، تجاری و بازرگانی با هم همکاری دارند. این شورا همکاری نزدیکی با آمریکا دارد و مهمترین شریک تجاری اتحادیه اروپا در جهان عرب است. کشورهای یمن، اردن و مراکش نیز از متقاضیان عضویت در این نهاد هستند. عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ژوئن 2017 تحریم و محاصره قطر را آغاز کردند و سبب بروز یک بحران سیاسی شدند. در نشست ریاض موضوع جنگ داخلی یمن هم مطرح شده است. گفته می شود که امارات متحده عربی 40مین دور از گرد همایی های این شورا را در خاک خود برگزار خواهد کرد.